داعش چندین تن از محافظان یک فرمانده محلی طالبان را در فرا کشت. جزئیات تکان دهنده این خبر. طالبان یک مسجد شیعیان را در کابل برای نمازگزاران بستند. و وقوع انفجار مرگبار در هلمند. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. با یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. هشت صبح می نویسد: منابع محلی در ولایت فرام می گویند که در نتیجه حمله افراد وابسته به گروه داعش بر یک خانه یک فرمانده محلی طالبان در فرا، چندین تن از محافظان این فرمانده کشته شدند. جنگجویان داعش چهارشنبه شب در عمل بر خانه غیاث جیجه در روستای جیجه ولسوالی خاک سفید ولایت فرا حمله کردند. در این رویداد حاجی غیاث جیجه، فرمانده محلی طالبان، آسیب ندیده، اما شماری از محافظان وی کشته شدند. منبع شمار دقیق محافظان کشته شده را ارائه نکرده، اما افزوده است که اخیراً گروه داعش در ولسوالی های خاک سفید و اناردره ولسوالی فرا فعالیت های خود را از سر گرفتند. با این حال مسئولان امنیتی طالبان در فرا وقوع این حمله را رد کردند. چند پیش جنگجویان داعش در ولسوالی خاک سفید این ولایت بر یک بازگاه امنیتی طالبان یورش برده بودند. خبرگزاری رها می نگارد: طالبان یک مسجد شیعیان را در منطقه افشار کابل برای نمازگزاران بستند. منابع مردمی از منطقه افشار شهر کابل به خبرگزاری رها می گوید که امارت اسلامی طالبان شب گذشته پنجشنبه 11 عمل یک مسجد متعلق به اهل تشیع را در این منطقه مهر و لاک کردند. این منابع می گویند پس از آن که طالبان مسجد حضرت موسی بن جعفر علیه السلام را برای نمازگزاران بستند، مردم مجبور شدند نماز خود را در بیرون از این مسجد ادا کنند. منابع علاوه می کنند که این مسجد امروز نیز برای مردم بسته است و نماز جماعت در آن برگزار نشد. طالبان تا کنون توضیحی در این خصوص ندادند، اما گفته می شود که بر سر ملکیت این مسجد اختلافات وجود دارد. و در پایان انفجار در هلمند. منابع محلی در ولایت هلمند می گویند که در نتیجه انفجار سرگلوله راکت در ولسوالی مارجع ولایت هلمند، پنج کودک به شمول یک دختر جان باخته و دو کودک دیگر زخمی شدند. محمد قاسم ریاض، معاون ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هلمند، با تایید این خبر و روزنامه هشت صبح گفت که این انفجار ساعت 9 بامداد امروز جمعه 12 عمل در ساحه کمپ ولسوالی مارجع رخ داده است. با گفته آقای ریاض، قربانیان این رویداد سرگرم بازی با گلوله راکت بودند که انفجار رخ داده است. دو روز پیش نیز انفجار یک سرگلوله هاون در ولایت دایکندی جان یک پسر 12 ساله را گرفت. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر، بدرود.